نسترن. کاشی خری می‌داشتیم. الان کجایی؟ الان داریم می‌ریم سر جاده تابلوی دریا. از یه چوپان آدرس پرسیدیم الان و در دیدیم، خاک رس دیدیم، دشت قشنگ دیدیم. همگان همتون بزنم. تو همین لحظه چی دلت می‌خواد؟ تو همین لحظه یه فیل چجوری میره بالای درخت؟ یه فیل چجوری میره بالای درخت؟ از اون فیله که بالای کمک میخواد؟ ای ساده به سختی چجوری میاد پایین اگه گفتی؟ آسونی دیگه بریم میکنه میوکنه پاییز چه با برگا میاد؟ اگه اشکالا داره من دارم صداتون رو ضبط میکنم. ما توی این سفرهای گنجینه یه صدای آدمای مختلف داریم جمع میکنیم که بعدا میخواییم باشون یه پادکست یا یه مستند درست کنیم. بهتون بگم که اجازه بگیرم ازتون. سفر بزرگ هم که میخواستیم خب بله تو اردی بهش بریم، ولی با قضیه ایتالیا دیگه نمیتونیم بریم. چرا نمیتونیم بریم؟ چون من زمان ایتالیا یاد بگیریم تو سفر یاد بگیریم ویزا بگیریم گوه نه خب تو دو سفر از خواب پا نمیشه. تو خیلی پا میشه برای ما هم شنه. که به احساسات خودش، یعنی نگه که خوشبختی بیرونی نیست از احساسات درونی منه، بگه خوشبختی بیرونی نیست و به احساسات درونی من هم وابسته نیست. من در هر حال خوشبختم، حتی اگه احساساتم پی بالا پایین بشن. من اصلا دنبال اون موجه نیستم، من از هر موجی که بیاد لذت میبرم. از چیه سفر خوشم میاد؟ چی؟ مثل آزادی و فارغ بودن عمیقی که توش تجربه میکنم. در واقع اون کسی میشم که دوست دارم باشم، اون نسترنی میشم که دوست دارم باشم، که دغدغه های بی خود ندارم و فارغم از چیزهای غیر ضروری. و این بیشتر چیه راهه نه تو مقصد. و وقتی که تو حرکتیم و تو راهیم، اون حس تغییر مدامی که دارم خیلی هم حس آزادی و رهایی میده و اون چیزیه که دوست دارم تو سفر، چیزی که هیچ جای دیگه تجربهش نمی کنم. بذار فکر کنم ببینم بهتر میتونم توضیحش بدم. بعد
دلت پر بگیرم، از دردم رها ساز تا از غم نمیرم. این آواز غم هاست بر روی لب من، یا آوازی تنها هم گام شمیرم. به تمنای سخن تو سوی تو می آیم، برم بازا چه سخن باشم حساب نیست. توی برگه بزرگ بزرگتر از آسمون شروع کردم نوشتم اتفاقاتی تو زندگیم بیفته. یه شبی توی مهر 97 بود که تو ازم خواست این کار بکنم، رفتم همه چیز رو نوشتم، فکرم هنوزم کاغذ رو دارم، فکرم بهشون بهتر ندادم اصلا. و مثلا فکرم که خب من میتونم اپلای کنم برم خارج، میتونم بمونم اینجا کار کنم، میتونم مثلا کارهای مختلف. البته اون موقع خیلی گزینه‌های زیادی هم نشه، معلومه خیلی گزینه‌های زیادی ندارم، ولی سفر هم یکی از همون گزینه‌ها بود. همینجوری که سیلش رو ادامه میدادن، خب اگه اپلای کنم در خارج برم مثلا درس بخونم، بعد دکترا بگیرم، بعد مثلا اقامت بگیرم، بعد پول در بیارم و مثلا دانشگاه بشم، حالا مثلا تهش. ولی ادامه این خط سفر رو در واقع شاید تصمیمی هم نگرفتم، فکر کردم که بذار فعلا این کار بکنم ببینم چیم چه، ولی خب خوب عذاب در اومد دیگه. دیشب داشتم با سارا حرف می‌زدم، میگفتم که سارا یکم دلش گرفت بود از یه اتفاقی، بهش گفتم که خب دوست نداری الان یه رابطه داشته باشی؟ گفتش که من دوست دارم که اول مسیر زندگی مشخص بشه، بعد یه آدمی وارد زندگی میشه. بعد بهش گفتم که فکر کنم کار اشتباهی کردم که وسط مسیر زندگیم یه آدمی وارد زندگی شد، چون من کاملا اپلای داشتم می‌کردم، میدونستم که سال بعد دیگه ایران نیستم، ولی تو وارد زندگی شدی و همه چیز عوض شد و من الان فکر میکنم که کار درستی کردم. و به نظر سارا هم من کار اشتباهی نکرده بودم، ولی این از خوششانسی من بود که تو مسیر من رو به چیز بهتری تغییر دادی. تو میتونستی مسیر من رو به چیز بدتری تغییر بدی. مثلا فرض کن که اگه با هم این روز زندگی شروع نمی کردیم و من اپلای نمی کردم، خارج نمی رفتم، میمونیم تو تهران مثلا مثل همه آدم های دیگه زندگی می کردیم، من که خوشحال نبودم. مثلا شاید از بودن تو توی اون لحظات خوشحال بودم، ولی 5 سال دیگه به این فکر کردم که من فرصت زندگی رو از دست دادم. ولی از من تو این روش زندگی که من رو تو انتخاب کردیم هیچ وقت فکر نمی کنیم که چیزی رو از دست دادیم. ممکنه چیزی که از دست داده باشیم خوشی بیشتر بوده باشه. همین حرفی که الان داشتیم با هم می‌زنیم که من تو هم خوشحالیم، ولی از 10 تا 6 تا با هم خوشحالیم. میتونیم از 10 تا 10 تاش هم خوشحال بشیم، ولی راهش توی همین سفر کردنه، توی چیزهای دیگه نیست، توی تغییره. فکر کنم جاده نگه داشته بنده خود زنه به من از اینکه دید که ماشین سنگین داره میاد بهش نزدیک میشه، از ماشین پیازش بدو بدو اومدن تو بعد بردار خانم هم پیازش گفت چی شده؟ گفت شوهرم گفتم خب شوهرت چی شد؟ کجا رفت؟ گفت سگا خوردنش. من گفتم سگ نبوده، گرگ بوده. این میگه سگ، گرگ بوده. هیچ زنگ زده ملال احمر رو سرده اینا بیاد بدودن. از حرفی که دارم بزنم بلند 35 دقیقه نکشید هلال احمد که با آمد با صدد آمده رفتیم گشتیم، شوهرش رفتیم گشتیم، فقط کفشاش بود با سرش پیاده شد. این ماشینش پنچر میشه، پیاده میشه که پنچر گیری کنه، گرد میریزه روش میخوره. یعنی از 35 دقیقه فقط کفش مونده و کلش مونده، هیچ چی نمونده بود. رفتیم ساعت 6:45 دقیقه جمعه 10 اسفند، همین الان ایمیل فورسیتیز رو دیدم، قبول نشدم. داریم میریم دو کوهک، من و سیاوش و آرش، تولد دعوتی، تولد مینو، نمیدونم کی. از ملودی جفت کفش قرض گرفتم و من روی پاها، سیاوش و آرش رو دستاشون حنا گذاشتم. با اتوبوس داریم میریم، یه فکر کنم نیم ساعتی هم تو راه باشیم. سلام آذر عزیز، حالت خوبه؟ متشکرم، مرسی. احتمالاً الان شیخ صفیه داریم، میریم یه بساط میکنیم و یه فروش داشته باشیم، بعدش میاییم خدمت شما. نه ماشا هم میخواییم، نه واقعا اینطوری زشته، نه وای ماشا. پس در آن هم آشدوق رو درست کنیم، ما خیلی آشدوق دوست داریم و نخوردیم هنوز.
پس میان پیشتون عشا دوغ میخواییم. آنه بیا دیگه. گفت به اوشم میده. گفت انگار دخترم داره میان. چقدر آدم مهربونن. مردم از دوغ. در میریم خونه آذر. آذر و دخترش که به ما گفتن شب بریم پیششون بمونیم، دیشب سر بساط باشیم نشته شده بودیم. سخنی گویم از خود بی خبرم، یه ها نمورم. مرسی فریاد که آهنگو زدی و ما رو به شور آوردی. Are we fallen angels who didn't want to believe that nothing is nothing? So we were born to lose our friends one by one, our dear ones, our family, and finally our own lives to prove it. من خوبم. سیاوش و نصرم هم اینجا هستن. سلام میرسونم. حتما چشم. بزرگیتون. ناز به هر دوتون سلام میرسونم. سلام. سیاوش مشغول این مردایی. خب بگو حتما نظرم بیر سیاوش. از نصرت فیلم میگیره که مستندی که داره درست میکنه در واقع نصرت محور این فیلمه و داره تمام تغییر تحولات این دنیای هستی رو در رفتار نصرت خلاصه میکنه و اونو به عنوان یک سمبول داره به تمام دنیا میخواد ارائه کنه و این نقطه خیلی عاشقانه خوب هست. ضمن بچه هم خواستگاری کردن از هم دیگه موفقیت ها میز بوده یک هفته یا دو هفته دیگه این دو تا زوج جوان مزدوج میشن و دنیا رو گل آرایی میکنن با حضورشون. هر اون نبخش اینجوری نمیشه تو خودت هم باید بیایی عروسیشون بزن درست رو بندازیم کلی حساب. سه بار باید بپرسن تا من بگم بله، یه بار اول بگم بله، یه بار اول بگم سنت چیه با یه خود شعف یام بگم آره بله. بچه ها باورتون میشه داریم میریم عروسی نصرت؟ نه واقعا. سلام بچه ها به دوربین سلام. سلام 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 نصرت اینو بیاریم یا بمونه؟ چی رو؟ نه بمونه بازه سیاوش بیار، سیاوش نیست بریم، هیچی دیگه نمیخوام. عروس شده خوبه دیگه. آره هیچ فکرشو میکردی پارسال همین موقع؟ نه اصلا هنوز هم فکرشو نمیکنم. خیلی خوشحالم، یعنی از خوشحالی های بزرگ زندگیمه و خیلی هم آروم. از اون خوشحالی های نیستش که استرس داشته باشم. من هم این بشم داشت خوشحالی سیاوش. آره که میدیم به دامونو عروسیتون مبارکه.
شما سفید باشه مثل لباس نسترنگو عروس رو منتظره یالا دوما بعید امیر رو کشید بیرون یالا دوما عروس رو ببوس 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 Anca
چقدر دعا دهیم؟ ده دقیقه همه موسیقی هم برسی با اون Chamber. 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 For praying. For praying. Mm-hmm. And thing, working like at home or uh-huh. in the village, we use it like this. In the village, you can see woman like this in t-shirt, but with the hijab. Uh-huh. Why? Mm-hmm. Because hair is. Women in Giresun use like this mostly. سیاش میزبانم تو استانبول میه که همون موقع که ما میرسیم استانبول نزدیک استانبول رینبو و خودش داره میره و ما هم میتونیم باش بریم. رفسنجانی بود در رفسنجانی سونه. آره احساسیه که در عین اینکه بهم غم میده بهم حس خوبی هم میده. تازه میفهمم که چقدر آدم ها رو دوست دارم. و دوست دارم که اینو تجربه کنم. که توی غیر دلتنگی این احساس خیلی پیش نمیاد. اینکه بفهمیم واقعا یه کسی رو چقدر دوست داره. یعنی میای از بیرون نگاه میکنی و از بیرون میفهمی که هر آدمی رو چقدر و چه شکلی دوست داری. به خاطر همین دلتنگی ازم خیلی حس تعیین کننده ای. رفته بودم اون جزیره بوزجادا و خیلی جزیره خوشگلی بود. دریای اژه بود و دریای اژه خیلی دریای متفاوتیه. از این دریایی هست که به قول سیاوش تو گیم آف ترونز نشون میده که موجش مثلا اینجوری نیست. موج اینجوری اینجوری خیلی آروم و دریا آرومه در این حال طوفانی و موج بلند نداره ولی تو انگار که تو خودش داره میجوشه. و ما رفتیم خونه دوست میزبانمون توی چنکاله. اون توی چیز زندگی میکنه، توی بزجاده زندگی میکنه. یه پسر جوونه مثلا 25 ساله است. اونجا توی نونوایی یا واقعا توی نون فروشی کار میکنه و یه خونه خیلی عجیب غریب توی بزجاده داره. مثلا یه خونه‌ای که انگار متروکه بوده این رفته پیدا کرده اونجا زندگی میکنه. بعد ما هم رفتیم توی یکی از اتاقای اون، حالا عکس بکنم گرفتم برات میفرستم. یه فضای خیلی قدیمی و کهنه با مثلا مفلوک و
بعد شب چه شرابی خوردیم. این پسر واسه همون نون و شراب و زیتون آورد. قشنگ فضای یونانی خلق شد. واقعا انقدر حس خوبی بود. نمیدونم توصیفش کنم. خیلی خوش گذشت. Singing with the bird song, swimming in the sea. I love my family, I love my life, and now I live in a coconut tree. It's good, it's good, it's good to be free. Singing with the bird song, swimming in the sea. Singing with the bird song, swimming in the sea. Okay, that's it anyway. And then when you start, what most people do is they try and pass it by accident between their hands like that. But you need to just throw them all upwards. It's, I don't know, it took me a long time of trying to get started. Rhythm quite, so try throwing one between your hands, backwards and forwards first. Okay. It's also because your brain isn't used to doing it, you know? دیگه خیلی دوست دارم که با آدم های کاملا جدید و غریبه معاشرت کنم، مثلا این بچه های مزرعه، و معاشرت هم اسم کنم که با کیفیت ترن. نمیدونم، خیلی بیشتر بهم لذت میده نسبت به معاشرت با دوست های قدیمی. خیلی خوشحالم که این تجربه رو دارم میکنم، تجربه لمس کردن چیزهایی که دوست دارم، از اینجا که مردمی هم که دوست دارم هم چیزو لمس کنم. این کار واسه هم خیلی خوبه که میتونم دست بزنم به خاک، واسه نبود دستکش این بر بیرم دست بزنم به چیزایی مطلب و طبیعت رو اینجایی که لمس کنم. دوست دارم میکنم. What's in English? Munchies. 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 No, no, munchies. Like M-U-N-C-H-I-E-S. Munchies. Munchies. Like to munch, munchies. I'm munchies. Everybody munchies. Knows potato is the best thing you can have when you're on munchies. Nah, it's always pizza, pasta. Pizza and pasta. من چهار، شما بیست و دو. آها، بیست و دو. بیست و دو. من بردم. بله. خب، خوبه. شما خمارباز است. خیلی خوب باز کردی. ما تو ایران بازی میکنیم، زیاد بازی میکنیم. ولی این بازی رو نه، حکم بازی میکنیم. ذهنم داره مشغول آینده میشه که خوب نیست. اگه من میخوام این شکل زندگی کنم، خیلی نباید به آینده کنم، ولی الان دارم فکر میکنم و منتظر برگشتن به تهرانم که بتونم کارهایی رو که توی ذهنم دارم انجام بدم. ساز یاد بگیرم، شنا یاد بگیرم، یه زبان یاد بگیرم، کاری کنم که بتونم آنلاین پول در بیارم و بنویسم. یادم حرف تو ذهنم هست که بخوام بنویسم. شاید الان رو دریا باشم، توی آب دارم اون رو تصور کنم که روی آب دراز کشیدن و موجا بالا پایین میکنم و خوابم thank you.
از خیلی سفر رو تو خونه کنم داریم سفر کنم رو گرفتیم رویی که باید همه جا رفتیم رو داریم خونه کنم رو تو شایدم مدرسه ترکنیز کاری از خونه همون دو ساعت هم این تراب کنیم و وقت که بیرون خونه هستم یا تراب پله یا تو خیاب رو اینه خیلی سشن هم وقتی که میام تو خونه خیلی سشن لام سدیم خیلی روشن شد تا شروع کنیم ترکمیز کاری رو زندگی رو شروع کنیم زندگی تو خونه باشقا پرینم خونه یه نوع قابلمه، حوله، لیوان، باشقا پلاستیکی، باشقا چنگال کنارو دریا یونانه یه چه کشوری هست آخشون این همه خرید سبزیجات میدونجا ولی گرون ترش از شکل فکر میکرد خواهیم کرد من 34 تومن میتوشو 69 تومن و واسه مهمونی امروز مهمونی شنبه و رژیم سیاوش و اصلا زنگی پیاز روزهای آینده عوض جا سیتی داریم آره سیت چای شکر که موانی در بازار موجوده It is? It is like partial Denmark, so this is so like, it's an island here so this is the part where we're from, but it's connected to Europe oh. It's like we have our own culture and people from the capital, which is here next to Sweden they're like, oh, you're just from Jutland Oh. They think we also like live on a farm and stuff. And we like milking our cows to get breakfast and. yeah. It's not like that. Yeah. Yeah. But like tiger lion is like a male whore. What? Like a male whore. Yeah. What was it? Tiger. I can't say it. Yeah. So you do tiger. 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 I cannot. Like say, so if you try to say like Trinzo. Uh-huh. Oh yeah? Traika? 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 Yeah, there we go. Traika! همین که اینقدر تجربه هم کمه خیلی اصابم خوب میکنه دیگه. مثلا این دوتا دانمارکی ها هر دوشون 3-4 سال از من کوچیک‌تر بودن و هر کاری رو که من دوست داشتم بکنم قبلا کرده بودن. مثلا بهش میگم خب من میخوام اسپانیایی یاد در اسپانیایی یاد میگیرم و اینا آره منم بلدم یا مثلا بهش میگم که میخوایم بریم آرژانتین آره ما 6 ماه اونجا بودیم و انقدر تجربهشون زیاده که دمیش هر میاد اجارهشون بزنه خب اصلا به خاطر این هستش که یه پاسپورت باحال دارن گوشیشون رو درآوردن به من پاسپورتاشون رو نشون میدن مثلا پاسپورت دانمارک رده مثلا 8 دنیاست بعد مثلا ایران انقدر زد پایین زد پایین مثلا از آخر 5 بود فقط از 4 تا کشور دیگه بهتر بود مثلا این چیزا تأثیر داره ولی از من هم میتونستم تجربه بیشتر بکنم من خیلی کم تجربه هم تو این سن تو یه چیکار میکنی؟ میخوام یه مارینت پاپت درست کنم مثل اون ایده که میخوایم پاپتیت بشیم
خودشو ساختم بعد وصل کردنش رو بگیرم. دارم سعی میکنم مفصلهاشو به چیزی سوراخ کنم. نمیدونم چی سوراخ کنم. اولین مریانت ما اسم ژانت. کار خیلی سختی هم نیست که باش. کجا دوست داری برسی؟ توی استرالیا. حالا بیاد بره توی ایران برقصه. الان میگیرنش. آره. واو. خب بریم با مثلا دوست کنیم. کافیه. دوست بزیاد. خب مثلا از این مهمتره. حس میکنم که ذهنم خالیه، تهی شده انگار و هیچ چیزی رو احساس نمیکنه، نه دوست داشتن، نه هیچ چیز دیگه ای رو احساس نمیکنه. تنها حسی که زیادتون خشمه و دلم میخواد که پرخاش کنم، دلم میخواد آدم بکشم. چرا دور بودم؟ یعنی چه دلیلی داشته که این لذت از خودم منع کنم؟ امکنم که چقدر عادت میکنیم، یعنی اونقدر به اون زندگی عادت میکنیم که بلا این حس خوب رو یادم رو میرم. یعنی وقتی که میام با باید میام چرا این همه عادت نایی بدن. زندگی ما نباید این شکلی باشه. اون چیزی که آنسوی بشت و ذهنمون بود خیلی قشنگتر از بود. خیلی معمولیه. بسه دیگه، خاموشش کن.